درد و غمت بیمار کردم، را زندگی بیزار کردم. الهی خانه دشمن بساز، به حق من ستم بسیار کردم. بیا بنشین تو اول از وطن، گوی دوم از دلبری شیرین سخن گوی. سخنهایی که در ما بین ما بود، بیا بنشین یگا یگ راست به من گوی. سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز و محترم. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبای شما بخیر. امروز در خدمت شما هستم با داستانی از دختری افغان، از دختری که از یک فامیل بسیار پولدار، از یک فامیل بسیار معتبر، از یک فامیل بسیار چی بگویم سنتی. خب پیش از اینکه داستان برتان بگویم عزیزان دل، چرا گفتم الهی خانه دشمن بسازه به حق من ستم بسیار کردم. در افغانستان ما، در بین مردم افغانستان، اصلا حساب کو کلن بگو، در افغانستان عشق مرده، عشق وجود نداره. 98% دخترای افغانستان فروخته میشه. 20 سالش باشه فروخته میشه، 30 سالش باشه فروخته میشه، 40 سالش باشه فروخته میشه، 45 سالش هم باشه فروخته میشه. 98%. 2% دخترا یا میگریزه یا که همو کسی را که انتخاب کرده استاد میشه جلوی پدر و مادرش و ایره حق انتخاب خودش ده زور او انتخاب میکنه و میگه استاد میشه. ولی 98% دیگهش نه عشق میفهمه نه محبت میفهمه، اینا فروخته میشه. حساب کنید یک دختری که فروخته میشه او از عشق چی میفهمه؟ همو دختر اگر زیر سن باشه، خب ما میگیم اشتوک هستم. امروز بیا این حقیقت رو بگویم، چند دانتان در همین یوتیوب من تقریبا 7000 نفر مرا فالو میکنن، شاید 25000 نفر ویدیوهای مرا ببینن. زنای افغانستان یا بگویم دخترای افغان، چند تایتان لاو مریج هستید؟ چند تایتان عشقتان خودتان انتخاب کردین؟ من مطمئن هستم در همین قنفری که مرا فالو کردین، فالو میکنین، در بینتان شاید دهتای زیاد نباشه. او دهتا هم شاید از یک طریقی اینقدر شکنجه روحی شده باشه، روانی جسمی، که به حد و به اندازم. در افغانستان مرد سالاری اینی فوران میکنه، مرد سالاری دیگه حرف اول میزنم. دختر در افغانستان نمیتونه عشق خودش انتخاب کنه، اگر بکنه سنگسار میشه بیرون، اگر دولت بفامه، ملا بفامه، مچلا پلا مفتخور، اگر پدر و مادر زورشان برسه این در خانه قدر تنبیه بدنی میکنه و جسمی، کوشش میکنه که دختر از چی طریقی بفروشه و هرچی زودتر رنگ ای را چپ کنه. خب اگر ما بگوییم که در این جنایت بگوییم مادران دخیل هستن، بله دخیل هستن، ولی خود همین مادرها همین روز کشیدن. بر اینا یاد داده شده که دختر حق انتخاب نداره. بچه ها میتونن انتخاب کنن، مردا میتونن انتخاب کنن،
این همو نر نر طایفه میتونه انتخاب کنه، ولی از بابت زن و دختر کسی حق انتخاب ندارم. یک بوزینه ای که 4 کیلو استخوان است، ببینی از قوارش، از رختش، از اندامش حال تو به هم میخورم. ولی پول داشته باشه میره دست در روی بهترین دختر شهر یا دهات یا همو قشلاق میمانه که این دختر ما میخواییم. کسی هیچ کسی هیچ چیز نمیگه. اگه پدرش بگوینه تو پیرستی پیسر بالا میبره. دختر بگوینه من نمیخواییم، مادرم میره میزنم، پدرم میزنه. اگر دست به زن نداشته باشم میای پیشش میشینه میگه چه کم داری؟ نان از پشت سرت بگیر پیش رویت بان بخوب. تو را گشنه نمیمانه. مردم ما عادت کردن فقط درباره شکم گپ بزنن. محبت کسی نمیفهمه. آیا اوی اولادی که فروخته، دختری که فروخته میشه، اولادی در دنیا میاین، نکاحی خوباطل هستن. یعنی 98% اولادای افغانستان حرامزاده هستن. اگر دمی دین اسلامتان بگویم، در دیگه دین ای چیزا نیست. حرامزاده هستن. با گفته خودتان از کتابی آسمانی، از امو قرآن، از امو گفتار پیغمبر حرامزاده است. چون این دختر هیچ وقتی مرد قبول نداشته، ایشوی قبول نمیفهمیده. جرأت هم نداشته که بگویم من ایره شوی نمیکنم، نمیگیرو میرم، چون لط میخورم، بندی میشم. پدر میزنه، برادر میزنه، میگه خوی پیسه را میبینن. یک مردی که دختری را میگیره مثال 15 ساله، شاید اون مرد قدر مشکل داشته باشه، تربیه نداشته باشه، او یک اخلاق صحیح نداشته باشه، او یک اندام صحیح نداشته باشه، او یک بعضی ها را میبینی اندازه یک بشکه کته است. 4 تا زن دارن، 5 تا زن دارن. خب اینا مقصر نیستن. بیا این حساب کنیم. وقتی که اینا دختری را انتخاب میکنه که او را بگیره، او دختری را نمیخواه، هیچ محبتی از این بچه یا از این مرد بگویم در دل دختر نیست. این دختر را که میاره، خب این دختر سرد است. عشق در داخل این مرده. این نمیفهمه چه کنه. بعد این مرد سعی میکنه که یک دیگر را بگیره که گرم در باشه. او رو میبینه اون قسم است، یکی دیگر رو بگیره گرم تر باشه. او رو میگیره او اما قسم است. برای چی مرد افغانستان سیر نمیشن از زن؟ به خاطر هیچ زنی با عشق با اینا در اون تخت خواب نمیره. عشقی وجود نداره، عشقی وجود نداره در اون دختری که او به زور فروخته شده. حیوان که حیوان است، در داخل جنگل ها ببینید یک از یک دیگهشان خوششان میایه، همونجا سعی میکنن که جفت گیری کنن، یعنی یک جای شوان. ولی در افغانستان ما مرد سالاری فوران میکنن. مرد افغانستان گوش کنین، یال مرد اینجا دو نزنین، حقیقت گوش کنین. آیا زن تو زن تو وقت گرفتی، زن تو عاشق تو بود؟ نه. بابیت کننی تا گرفت عاشقش بود؟ نه. پدر کلان تو، مادر کلان تو را گرفت عاشقش بود؟ نه. برای همون میگم عشق مرده. جنس میخرین و جنس هم میفروشن. کیا؟ مثل ما وری زن، مثل تو وری زن، مثل ای وری زن، مثل ای وری زن. بر خدا قسم یاد میکنم امروز، شاید من نباشم این ویدیوها باشم. اگر افغانستان مردایشان آدم نشود، مردای افغانستان مرد سالاری را اعلان نکنه یا زن ستیزی را، اگر افغانستان جور شد، اگر افغانستان او افغانستان شد که مردم اینا را گفتن این مردم دیگه هیچ مشکلی نداره، بسیار مردم خوب است، بیاین این همین موی مرا ده خوک میزنین، ده سک میزنین، ده شغال میزنین، ده هر چیز میزنین بزنین. به گفته ما از آرها همی پیکه ای مره یا پیچه ای مره جور نمیشه.
من امروز داستان دختری افغان براتان میگم که هیچ کمبودی در داخل خانه نداشتن، ولی در خانه مادر عزیز، چون مادر عزیزم تقصیر ندارم، مادر عزیزم در زور داده، مادر کلان ایرم در زور داده، عشق اینا ندیدن که بفهمن که دختر ما عاشق شده بان که من در محشقش بدم. اینا خودشان عشق نمیفهمن. مثال همین مایی که یا لینج هستم گب میزنم، داد از آزازی میزنم، داد ازی میزنم که حق حقوقتان بگیرین، در حقوقتان سعی کنین برسین، دسترسی پیدا کنین. من در افغانستان بودم امروز من میتونستم گب بزنم؟ نه. یا فامیل من مرا میگفت خفه شو، دانتا ببند، اینجا افغانستان هستم. یا که هم دولت می آمد مرا می گفت تو چی کاره؟ چو باش؟ ما یک عمر است که جنایت کردیم، حالا تو کی هستی که بیای گپ بزنی؟ یا یک نفر روان می کرد که مرا در هر طریق شما سرونیست بکنم، به خاطر که در او کشور نمی تانه هیچ کسی صدا بکشم. زن در داخل خانه آتش بزنه بکشه مرد همسایه، میگه زنش هستم. بیایش دانه به غیرت، تو انسان نیستی، زنش هستم. الحق داره که اگه انسان در او حد بزنه. ما همیشه داد از جهنم میزنیم، میگیم اگه این کار نکردی در جهنم میسوزی، اگه این کار نکردی در جهنم میسوزی، اگه او را ای تو نکردی در جهنم میسوزی. شما میفهمین علی افغانستان برای زنها جهنم است. ما در این نتیجه رسیدیم. هر زنی، هر دختری از خارج برگرده در افغانستان، یعنی با سر رفته داخل جهنم. امروز از بهشت گپ نمیزنم، چون من بسیار باورهای من درباره بهشت کم شدم، بسیار کم شدم. در این روزا هرچه که میبینم میگه ظلم و ظالم در بهشت میره، تجاوزگر و آدم کش در بهشت میره، من بسیار عقیدم درباره بهشت کم شدم. خیلی هایتان اینوال میگین خوب خواهر جان از یک طرفه نگو، یک طرفه نبین. خواهر از هر طرفی که ببینم عقیدم کم شدم. اگر از بیاوی مرد در عربستان سعودی میگه در بهشت رفت، طالب میکشه میزنه میگه در بهشت رفت، یکی طالب هم میکشه میگه در بهشت رفت، یکی دخترش هم میکشه میگه شهید شد، زنش هم میکشه میگه شهید شد. زن از بیدواوی درمانی در زایشگاه نمیبره، در زایمو شفاخانه نمیبره، او که مرد میگه شهید شد، در بهشت رفت. من نمیفهمم بهشت، این بهشت واقعا بهشت هم متراکایی است و گفته ما افغانا، یا نه اینا بد برداشت کردن و اینا هر چیز دروغ در خورد ما دادن، دروغ در خورد ما دادن. پیش نمیرم، کم کم من دیگه از این بعد پیش میرم، تو رسوایتان کنم، تو رسوایتان کنم، تو رسوایتان کنم که حیران بانین چی بگوین. مثل که مسیج آمده بود بر من، خواهر سارا کاری دیگه نداری؟ بوری یک کار دیگه بکن، به خدا آبرو بر ما نماندی. آخه آبرویتان کجاست؟ آبرویتان کجاست؟ آدم شوین آبرو پیدا کنین. من خواستم امروز داستان این دختر رو براتان بگویم. حالا خیلی هایتان چقدر میزنن که خب بگو زود، چو بگو. اینی منظور کس حقیقت اینجا گوش نمی کنه، کسی در پشت حقیقت نمی گرده، میگه باش همو داستان گوش کنم. مثل خاله زنک ها می آمدن میشتن سبزی پاک میکردن و علف لوبیا پاک میکردن، برینج قصه میکرد، دختر فلانی خبر داری لنده دارم، زن فلانی خبر داری لنده بازی میکنن. ولی هیچ کسی نگفتم مرد فلانی رو میبینی؟ یک حرام زاده ایه. فلان بوزینه رو میبینی؟ حرامی رفت پولا رو جمع کرد، جمع کرد، جمع کرد، جمع کرد، رفت یک دختری 15 ساله رو خرید. او تو نمیگه، میگه نوش جانش چه تو یک وقتی داشته ای بوز، ریشش بوز، خب کلش بوز، اندامش بوز، چی بگویم برش؟ یا بعضی هاشان بوشکم، بوشکمبه، شکم اینه، کمربنده بسته میکنن، در بعض جایی که میبینیم شکم در روی کمربند هم افتاده.
پجمه مرگب میزنه که سارا پیر شده. به خدا پیرم شوم، 80 سالم هم شوه نمیمان میشه کمم تو در روی کمربند بفته. دو روز نان نمیخورم حداقل که نمیمانم شکم پیدا کن، شکم آوزان شوه. تو بازوام کته هسته بازوام، چون مجی وقتی رژیم نگرفتیم باز میان سر مگب میزنه. بیاین بریم داستان گوش کنیم، دو نزنین مرا، خنده هم نکنین. خب عزیزان، قدر یک دیگر بدانید، عزیزان قدر یک دیگر بدانید، اجل سنگ است آدم مثل شیشه. اینا رو بر ما یاد دادم. شید پیر بود، کور بود، هرچی بود قدرش بدان. زنت دلت خواسته بود نخواسته بود، دستر تو تب کرده بودن، قدرش بدان. خوشایند برای پدر مادر بوده باشه، پدر مادری که دخترش بفروشه باید قدرش بدان. پدری که تو رو در خانه نفس کشیدن نمانده قدرش بدان. عزیزان قدر یک دیگر بدانید، چه قدری چی زدی. بیاین میریم در انگلستان، میریم صدای زنی را میشنویم، صدای زنی را میشنویم در انگلیس که عشق در درونش کشته، عشق در درونش کشته. 30 سال هسته که عشق در درونش مرده و 30 سال هسته میگم من از هیچ چیز خوشم نامده. سلام خواهر سارا، امیدوار هستم خوب و خوش باشی. برای من پیامش، یعنی داستانش فرستادم. بسیار دوستت دارم، بسیار خوشم میایی، ولی سواد ندارم، سواد ندارم که برات نوشتم کنم در کامنت ها، برات نوشته کنم که چقدر تو حقیقت ها رو میگی. اینا رو در ویس برام روان کردم. خواهر سارا، تا زمانی در افغانستان بودم هیچ چیز نداشتم، حتی موبایل دست دختر و بچیم بود من نداشتم، چون نمیفهمیدم. کلشان میگفتن مادر نمیفهمی، خوب چی میکنی موبایلم. در خانه ما تلفن بود، از تلفنایی که در داخل خانه میرفتیم گپ میزدیم، ولی سیمش یک جایک بود، از او بود. خواهر سارا بسیار پدرم پیسه دار بود، بسیار طلا داشتیم، یعنی بیرون از خانه ما همه حسرت زندگی ما را میخوردن. زنی بود که همیشه خانه ما میامد میرفت، زنی کلان سن بود. دختری را داستانش امروز تعریف میکنم، باش بگویم از هرات باستان. زنی بود در خانه ما رفت آمد میکرد، میامد میرفت، و این زن کسی بود که میرفت دخترای خوب خوب و مقبول و همیتو کاغذ پیج و دست نخورده را برای بچه ها پیدا میکرد، کسایی که پولدار بود، مثل برادرای ما، مثل پدر ما، مثل کاکاهای ما. خانه ما بسیار مقبول بود، ما بسیار دارایی داشتیم. من دختری 15 ساله بودم که بر من بسیار خواستگار میامد، و مادرم میگفت نمیدونم باش دختر یک ذره کلان شو. میشه این زن میامد میگفت دختر تاریخش دیر میشه، بیتی همیال وقتش هستم. ولی من درس نخوانده بودم، من نماندن مکتب. آرزوی مکتب داشتم که بایگه بگیرم مثل دیگه دخترها برم مکتب بخونم. در شهر هراتم بودیم، ولی مادرم میگفت نه، دختر باید مکتب بره بخونه تا اوش و گوشش باز شوه، همون جای گل لنده مونده پیدا کنه. من 7 ساله بودم که مادرم میره در گوشم میخواد، یعنی چی که مکتب قرآن شریف یاد بگی. زنه که میامد خانه ما، او میامد بر ما و خواهر خردترک و خردترک ما قرآن شریف یاد میداد، میگفت اینه رو بخوان، اونو رو بخوان. چادرم در سر ما میداد، ما هرچند خورد بودیم، میگفت قرآن شریف بخوان. میخواندیم. وقتی که میگفتم مادر دخترای همسایه هم میره مکتب میخوانم، میگفت اونا همون تو هسته کم تو مانده. مادر شدیدی چی تو زن هستم. مادرم زن بسیار محجبه و بسیار با حجاب بود، زنی بود که تمام چیزی زندگی ما کتم الله شریک بود. بیادرم سلفه میکردی پیش ملا میدوید.
خوهرم سلفه میکرد پیش ملا میدوید. من سردرد میشدم پیش ملا میدوید. پدرم جگرخونی میکرد، مادرم پیش ملا میرفت. میگفت چی شده؟ ببینم این مرد کی جادو کرده؟ کدام کس نظری بد انداخته؟ در هر جای خانه ما آیت الکرسی چسبانده بود. مثل که من یک پیشتان بگویم سالی 2019 کرونا شروع شده بود، کل ما در خانه ها بودیم و کار ما را از خانه میکردیم. بسیار دلتنگ بودیم. برای دخترم میگفتم ببینم کدام جایی چیز هست، اوپن هاوس، همین جایی که خانه ها رو نشان میده، بریم یکان خانه رو ببینیم، حالا خیر است یکان خانه خودترک خودم مصرف میکنم، یکان خانه کنه تر رو بخریم که امورا تا همو جور کردن امورا تا این مرض گم شد و مصرف باشم، خدای نکرده کدام بلا سر ما نیاره. یک اوپن هاوسی رو دیدیم که گفت اینی خانه داخلش هنوز همسایه که هست زندگی میکنه، ولی همسایه صاحب خانه است زندگی میکنه، ولی خانه در فروش است و گفتم ما میفروشیم، هر کس که بخره ما خانه دیگه داریم میریم. خب عزیزان اینو در بین داستان براتون گفتم به خاطر که یادم نره. رفتیم از گب از آیت الکرسی و از همین آیت قرآن شد که در خانه ما رفتیم و اوپن هاوس بود و زن اسپانیایی زبان بود که خانه را بر ما نشان میداد. رفتیم داخل خانه که فضای خانه طوری بود که نی وقتی من داخل خانه در آمدم یک رقم وحشت کردم، خیال کردم که در روی هر تاخچه شک شیطان ششته هستم، کمی لق لق طرف من میبینم. ای خودی همی کسی که خانه رو در ما نشان میداد گفت من همینجا در دالز استاد میشم، برین اتاقا رو ببینین. هر طرفش یک اما تو تابلو، هر طرفش کاغذ چسباندگی، یک دو تا دختره که چوچه این همه چادرها در سرشان سبز و سرخ و اما تو چیزا، حالا نمیگم از کدام کشور بود. مرا که لرز گرفته بود گفتم دیگه خانه نیست غیر از این. گفت نه خانهش بسیار خوب خانه است، حالا اینا میرن دیگه. گفت یک ببین عزیزان، داخل هر اتاق که در میامدم اینی وحشتناک بود، انگار خانه یک جادوگر بود، خانه یک کسی بود که زندگی بسیار عقب مانده و زندگی بسیار ناجور داشت. در داخل یک اتاق دیگه در آمدیم که دوتا اشتوب بود، ما را تا دید گریخت و همه قمقه چار کتاب بود مچمچی بود در دستشان، ما را دید گریخت و در این طرف آمد. داخل از او اتاق دیگه من در آمدن نتانستم. یک فرش انداختگی بود، تخت مخت نبود، همه تو اشتوکا شیشته بود و رهلایی که قرآن در سرش میمانی ماندگی بود و در همه لس آنجلس، در همه امریکا. بعد دیگه من گفتم نه، من خانه را نمیگیرم. نه گفتم هیچ نمیبینم در باره قیمتشم، هیچ نمیپرسم. بیرون آمدیم از همی چیز پرسان کردم، گفتم این خانه چند وقت است در سری در فروش هسته؟ گفت 6 ماه میشم. گفتم این 6 ماه میشه هنوز فروخته نشده؟ گفت نه، یک بار روی مارکت آمدی شکست خورد، قیمتش اینه قبود. گفت دوباره ای در روی مارکت آمده قیمتش رو پایان آورده. و خدا من یک دفعه در فکرم آمد، گفتم اینم اینا این خانه را بیخی چست کردن، نه اینکه من در دین توهین بکنم، یعنی این قدر تا این اندازه خرافاتی یک آدم خانه زندگی گل میمانی و خانه من در هر طرف میری یک گلدان ماندگیسته، همین دالیز من داشت پس خانه میری گلدان ماندگیسته، یک چیزی بکو که از درون تو رو خوشحال بسازم. خداوند نگفته من تو رو مسلمان هست کردیم و تو رو سابقه رو فقط کتاب من رو پارک و در بغل دیوال بیده مردم دنیا نشان بده ها من از امو هستم. دخترهای خورد خورد من ایران ماندم چادرهایش نمیقه که نمیفهمنش تو مکتب میره. دیگه هیچ دیگه بیرون آمدیم و خب عزیزان این قسم مردم زیاد هستن در هر جای دنیا، در هر جای دنیا بیخیم زندگیشان انحصار کردن بهشت گفته و جهنم، بهشت جهنم، بهشت جهنم، زندگی نمی کنن. و زندگی نیست، زنده بودن است، فقط زنده هستن و میخورن و مثل ما نفس میکشن ولی منتظر هستن که از این دنیا برن و مستقیم با همه پایشان برن در بهشت. جد بهشتی ما تو
تو دهی دنیا نمان و اشتو نفس بکشم، او زن نفس بکشم، او دختر کلانتر شود. هیچ چی را نمیفهمم، بهشت برای تو ساختم. خودتان را بازی نتین، یک هم از عقلتان کار بگیرین. خب بیاین میبخشین. میگه در هر طرفی خانه ما آیت الکرسی بود، در هر تاقچه ما قرآن بود، داخل 7 تا پوش، 8 تا پوش، 40 تا پوش. باید و صبح که مادرم از خواب بیدار میشد چای میداد، پدرم ناز و نوازش میکرد و اینا رو خوب چیزی میکرد که مردای افغان میخوایم. یکی میرفت دیگه قرآن باز میکرد، یک تصویر میگرفت. یعنی خانه ما عطر مرده میداد 24 ساعت عطر مرده را مادرم در هر جای پاش میداد. خب خواهر سارا 15 سالم بود که یک روز با مادرم رفتیم لباس عید بخریم در یک دکانی که یک تیکه فروشی بود. افغانستان تیکه میگه، در ایران پارچه میگه. ما در افغانستان پارچه و نو ورقایی که برای ما مکتب میته او را پارچه میگیم، مثال یک سرتیفیکیت، یک گواهینامه. ولی اینمی فابریک چی میگیم امیره ما ایراد تکه میگیم. رفتیم یک جای تکه فروشی در یک دکانی که یک پیرمردی بود با یک با بچهش. گفت چی میخواین؟ میشناخت مادرم اینا را، مادرم از او چیزا میزد. این یا خیلی وقتا چادری سر میکرد، مام همچنان. بعد گفت که چی میخواین؟ گفت ما خانم فلانی هستیم، ما را گفته که در دکان شما بیاییم. گفت آه بیاین، بسیار هر چی که از دکان خوشتان میایه بگیرین شما را، من حاجی را میشناسم، بسیار آدم خوب است و نامدار است. و یک بچه اونجا کار میکرد که این طرف طرف میدوید و پارچه را میآورد و قیشی میکرد و بسیار یک بچه مقبول و بچه بسیار سربزیر و بسیار هر 5 دقیقه یک دفعه بالا میدید و من از زیرم و چشمگاه چادری را میدیدم، بسیار خوشم آمد. گفتم خدایا یک دفعه محبتی همجا یک رقم شد دلم، گرم یا سرد یا مثال چی میگین، همی عاشقی یک دفعه که عشق اگه وارد قلب یک نفر شوه یک احساس میکنین. میگه خواهر سارا یک دفعه احساس کردم که از این خوشم آمدم. بعد ما تیکر خریدیم آمدیم خانه و ما و هیچ گپ مبی نزدیم چون مادرم اونجا بود. مادرم میگفت وقتی کسی میای پشت در تک تک میکنه، میری از پشت در نگو کیه، بگو که کیه. صدای زن اگه در گوش مرد برای کیه، ممکن است اون مرد تنبانشتر شود. همیشه اونجا من هیچ گپ زدن نتانستم. وقت خانه آمدیم تیکه میکرم و قیچه میچه شدم، ولی من شب و روز در فکر او یک هفته من فقط در چشمای او فکر میکردم، در قد و اندام او فکر میکردم، دمو چی میگن چی بودنش، متین بودنش فکر میکردم. خب بالاخره ما دوباره قرار شد بریم در دکان، یک مقدار تیکه کم آمده بود، ما بریم از او دکان تیکه بگیریم. دوباره رفتیم، دوباره من این بچه رو دیدم. این دفعه که دیدم دیگه هیچ نتانستم خود کنترل کنم، چادری من تو بالا زدم که باش که من این رقه خوشم آمده یا مرا خوشش میه یا نمیه. یک دفعه طرفم دید، این طرفم دید و من عجله چیزا چادری رو پایان کردم. یعنی اولین باری بود که من رو دید، من این رو دیدم. من دختر بسیار خوب مقبول و بسیار زیبا هستم، بودم و حال خوب گذشته. خب خواهر سارا ما خانه آمدیم و دیگه شب و روز من در فکری بر من خواستگار می آمدم، می گفتم شوی نمی کنم مادر، عیب می گرفتم که او را نمی کنم. مادر می گفت خب باشه دختر، باشه که یکم کلانتر شب و باز می دیم. تا اینکه رفت آمدهای ما دو دکان شروع شدید، روزه و قربان و امو رمضان و قربان و یک لباس بر محرم و یک لباس بر سفر و یک لباس بر ملافی توشک. و خب خلاصه رفت آمد ما شد و یک روزی که من جرأت کردم بر ازی آهسته سلام بتم و ایم بر من سلام داد، سلام داد و که بر من گفت که
من اون رست رو دیدم، تو خیلی مقبول هستی. تیکره در حالی که ما میدیدم و مادرم در این طرف استاد است و مادرم نمیفهمید که ما چی میگیم، یک خطه که را نوشته کرد و که را بگیم. من طرفش دیدم، گفتم من خوانده نمیتونم. گفت سواد نداری؟ گفتم نه، هیچی دیگه. خطه اگر گرفتم در جیبم کردم، گفتم ایره میبرم خانه. یگان کسی دختر همسایه کسی را میگم که ایره بر من بخانه. زنی که میامد ما را قرآن شریف درس میداد، اون فقط قرآن شریف هم میفهمید دیگه، بس سواد خواندن نوشتن نداشت. خب خاله سارا، خواهر سارا از بس که مرا خاله گفتن، خواهر سارا، خب بالاخره دیگه احساس میکردم که عاشق شدیم، عاشق شدیم. و بعد رقم عاشقی که نه تلفن داشتم نه سواد داشتم که من در این زنگ بزنم، در این مسیج بکنم، که خانه ما بسیار قاعده و قانونش بسیار بالا بود. مادرم یک رقم حکومت میکرد در خانه که من 15 ساله و خواهری داشتم 13 و خواهری داشتم 8، که مادرم همیشه میگفت که گوش بکنین، که کاری نکنین که با سرتان در داخل چا بندازم، تانه در چا رو بسته کنم، بعدم که جانتان برامد در پدر یا بیادر زنگ بزنم که یا این که مردم. خودش انداخته خودش. ما نام داریم و پدرتام نشان داره و مام زن فلانی هستم. اگر روزی چیزی شوه، مردا برف دیوالایشان که جارو میکرد، یگان وقتا در خانه ما معلوم میشد. مادرم میگفت کسی حق نداره وقتی که میفهمی مرد جارو میکنه تو از روی اولی رد میشی سلفه کنی، یعنی خخ بزنی یا مثال یا عصب کنی. خب خواهر سارا بالاخره تا اینکه برای من یک خواستگار آمد و که مرا دو بتن، و مادرم گفت بسیار خانه خوب است و مثل خود ما هم، تو پیسه دارم، تو ایجابی هم، تو خوب، آیت الکرسی هر جای بند است و هم تو صفای قرآن در جای چسبانده است و مثل خود ما است. من گفتم من شویی نمی کنم. گفت چرا؟ گفتم نمی کنم. گفت خب اینا تو رو شیرینی خوری میکنن و بعد میمانه یک سال دو سال و چند تا کته شوی. گفتم من مادر آرسی نمیکنم، چون من کسی را دوست داشتم که هیچ کس دیگه در نظرم نمیامد. من میگفتم اگر مرا در کسی دیگه بتن، من خودم میکشم، من فقط امو رو میگیرم. من یک قدر عاشق او شده بودم که شب روز خواب از چشمم پریده بود، مثل دیوانه ها بودم. وقتی که مادرم میگفت تکه فروشی میریم، من ایران میماندم که چی تو بکنم. خب خطک در پیشم بود که مرا داده بود، از او تقریبا یک ماه تیه شده بود. من زمینه را مساعد ندیده بودم که یکان کسا پیدا کنم ایرو برای من بخوانم کمی چی نوشته هستم. دختری فلانی خان، دختری فلانی آجی، سواد ندارم. تا اینکه یک روز یک جوگی هایی که فال میکنه در سرک فال میگیره، چوری سودا میکنه، یا سر خوردم با اینا که اینا آمده بود روی مادر مرا شاخک بانه که چی میکنن چی میگن او را، همه که با پل تیکه تیکه میکنه که خونی او را بکشه. مادر مرا رویش بسیار پل زد و بر من گفت بیا دختر فال تو را ببینم. آمد و که من آمدم که فال مرا ببینم، تا فال مرا دید گفت تو عاشق هستی. وی گفتم چقدر میفهمیم. گفتم چو باش، من عاشق نیستم. گفت نه تو عاشق هستی. گفتم تو سواد داری؟ گفت سواد؟ گفتم خوانده میتونی؟ گفت آه میتونم خوانده. برش گفتم یک خط هست از امی دوستم هست، سواد نداره و من گفته ای رو بخوان، من نمیفهم چی نوشته هست. دما گفته بخوان بعد بر من تعریف کن، می رو بخوان بر من چی هست. خواند که بچگک گفته که من از روزی که تو را دیدم عاشق تو شدم، نمیفهم چی کار کنم. شب و روز خواه نمیرم. هر دفعه که تو در دکان ما میایی، او روز عید و براد من هست. خب خواهر سارا ای را که بر من گفت و گفت برای دوستت بگو که برو، بگو بیا خواستگاریت بیایه. او مردکه که عاشقش هستم، چرا خواستگاری نمیایه؟ از مردم افغانستان که به خدا اینم جوگی های ما بهتر هستن، حداقل رسم و رسوم و همه
رقم رفتار میفهمن. مردم ما از هم جوگی کردن پستر هستن. حال نام جوگی رو جوگی مانده و ما را افغان مانده در باره زنها میگم. میبخشن. خب خواهر سارا دیگه گفتم باش چطور بروم دایی بگویم، چطور زمینه رو مساید ببینم. یک روز از مادرم اجازه گرفتم که مادر من میرم خانه فلانی دوستم. گفتم دوسته بگو اینجا بیایی. گفتم میرم هر دوی ما بازم اینجا میایم. فقط میرم یک چیز ازشان پرسان میکنم. من لباس جور کرده بودم، بر من قرار بود که من دو پلک پلک بشانم. امی چی میگه؟ ام تو نگین نگین که هستم. گفتم میرم فقط امیر ازشان پرسان میکنم که شما چی تو میشانین. او هم در خانه دمو کوچه ما میششتن، یکمی دما دورتر بود، خانه ما بسیار کلان بود. از خانه ما رد میشتیم یک خانه دیگه بود که او من زیاد با او دوست نبودم، ولی هر دفعه که میخواستم یک چیز از او برم پرسان کنم میرفتم. گفت خیلی خوارتا بود کتت ببر. گفتم نه مادر، تنها میرم. رفتم و در دوکان مستقیم در دوکان اینا رفتم. رفتم در دیدم که این بچه نبود و دره آمد. بودم بالا کدام چیز آمده. گفتم آمدیم یک تیکه رو ببینم. روی ملوچ کردم گفتم زود بیا خانه ما خواستگاری که من را دشوی میتم. گفت من را دوست داری؟ گفتم ما دوستت دارم. تو مثل ما عاشق هستی؟ که دیگه نشد، دیگه مردکه آمد گب نزدیم و من خانه آمدم. خانه آمدم و خب خلاصه ای زنی که ما را قرآن شریف یاد میداد بر بیادرهای ما دو دانه دخترهای خوب خوبی مقبول مقبوله پیدا کرده بود و ما بعد از این شیرنی خوری کرده بودن و بیادرهای ما بسیار در تمتراق اونا را گرفته بود که او دخترهای بیادر روی اونا را ندیده بود که ما رو شیرنی خوری کردیم. بعد از اینکه شیرنی خوری کردیم و یک محفل شیرنی خوری تمام شد و دیگه که بعد مادرم برای بیادرهایم گفتن که ما میریم میاییم که تا شما بتانیم نامزدتان یک بار ببینیم. از اوت خانواده بودیم. او رو دست نمیزنین چون نکایتان بسته نیستم. فقط میبینین و اندام شد و سلام علیک. خب هستی تو عشق ما هستی؟ آه ما عشق تو هستم. نه دست نتی. هنوز نکاه نشدم. نکاه شد بخیر باز کار خدا میشم. نکاه که نشد دست نمیزنیم. خب این زن که در خانه ما بود میامد میرفت و بر من یک خواستگار پیدا کرده بود که مادرم بسیار شله بودم و که قصه کردم که باید او رو بگیری و رقم خود ما هستم. من گفتم من شوی نمی کنم، ولی که دیگه به من گوش میکرد. اینا آمدن و ما را شیرنی خوری بکنن و نامزادی و چاکلت ماکلت گرفته از خانه ما رفت و این بچه این دکاندار را گرفته در خانه ما خواستگاری روان کرد. دکاندار آمد خانه ما که ما خواستگاری دخترتان آمدیم و خب خلاصه و مادرم خبر شد و او چی داره او؟ خب یک بچه خوب است از یک خانواده بسیار مومین، ولی پول پیسه ندارم در دکان کار میکنم ماش میگیرم. دیگه ای طرف ها نیا بگو که بیادرهایم یک گب زد و پدرم یک گب زد و مادرم یک گب زد. خب خلاصه ای رفت و من مادرم گفتم شما میخواین مرا در پول بفروشین؟ معمول رو میخواین، چرا مرا در او نمیدین؟ شما پول کم ندارین، چرا میخواین که مرا در یک آدم در پول بدین؟ گفت مسئله پول نیست، ما میخواییم تو خوشبخت شوی. گفتم من در او خوشبخت میشم. مادرم گفت خب گیر استی، چند بار رفته پیش او؟ گفتم هیچ نرفتیم، فقط میفهمم آدم خوب هستم. مادرم من از 3 روز در خانه زندانی کرد، فقط اجازه میداد من برم تشناب و پس بیایم و که باید بگویی که من بد کردیم و که گفتیم که من او را خوش دارم. و اگر نه در بابت میگم که تو را سر تدم داخل چاتیله کنه، اونم اونجا بوموری. ما خود دختر کم نداریم، 3 تای دیگه هم داریم، تو که مردی بلاییم در پس. نام ما را میخوای بد کنی، میری یک کارگر را میگیری. ما در پیش مردم چی بگویم که یک نفری که هیچ چیز نداره، یک لوچک بی پیسه بی پول آمده خواستگاری دختر ما دادیم ده او؟ ما رسم داریم، رسومات داریم و
باید دمه سر و پای ده بسته فامیل ما کالا بکنه و خوبه اینا و اونا را این خواهر ما نگفتن یک وقت نگویه که خواهر سارا این من میگم زیادتر این مردم افغانستان همون تو میگم خب خواهر سارا من داخل خانه زندانی بودم گریه میکردم تا اینکه مادرم بر از زن گفته بود برو اونا را بگو بیا این گپ بزنیم آمد من گفت من تو را از خانه میکشم بیا کت اونا گپ بزن پیش اونا بیا بشین دستروی تان بشوی سم سعی کالای سعی بپش اوش کده باشی که اونجا نمیگی من نمیگیرم رسم نیست نمیگیرم بگوی دختر اینا بورن من تو رو داخل چا مندازم خب دستروی من ششتم و رفتم ششتم اینا آمدن و خواستگاری کردن من قرار شدن خواستگاری کرده بودن چاکلت مکلت برده بودن قرار شد که اینا شیر نخوری را تایم شب بگیره و برام کالا مالا و اینا خوشوهر طرف من میدید میگفت که بخیر میای خانه ما صاحب بچه میشه دختر میشه بسیار خوشحال هستم آمد از زیر دلم میگفتم الهی که بچه تان بمورد تو هم بموری که من ایش نباشم در دنیا خود ما هم بمورم که می بچه تو رشوی نکنم و بالاخره من گریه میکردم و اینا میرفتن و خب خلاصه کاری کردن که بچه و دکان ایلا کرد نمیفهم پدرم در سری او رفت و بیادرهایم رفت که چی کرد که او بیخی از امو منطقه گم شد که یکی دو بار که ما در دکان رفتیم هیچ کسی اونجا نبود مادرم برای ازی که مرا نشان بده که او نیست او دیگه گم شده نمیفهم چی بلا سری آوردن و او گم شد خب خلاصه مرا در اینا دادن ده ای کسایی که مادرم میخواست مرا در اینا نامزد کردن و نکاح کردن و خلاصه بگویم اینا مرا بردن خانه اینا یک بچه بیسوری یک بچه وحشی که اگر چیزی به دلش نمیشد دم سر جاگت اقدر تو را لط میکرد قدر لط میکرد که هنوزم که هنوزم بدنم از دست او درد میکنم خب خواهر سارا بالاخره من از همو که مرا دهی شیر نخوری کرد عشق تا در اونم مرد هیچ خوشم نمیامد پیش شوهرم که میششتم نمیتانستم اینی کدام احساسی برازی بیتم که مام تو را دوست دارم مام زنت هستم چیزی که ده زور ده خوردت بتم ایسا که شربت ده دانه بشتک میتی جیخ میزنه چار دست پایی که نمیخورم مام هم تو بودم در تخت خواب ازی در زور می رفتم. در زور من 5 اولاد کردم. ولی قدر از مادرم نفرت داشتم. من هنوزم که هنوز مادرم نبخشیدم. چرا؟ گپ می زنیم. خانهشان رفتیم آمدیم. رفت آمد کردیم. همو قسم که من اونم تو در زور داشوی داد. اونم تو خوارای مرا داد. مادرم هنوزم زنده است. شاید داستان مرا بشنوه و بگویه که وای دهی سین حالا چی گپ بود گیره میگم چرا گپ میزنم خوارای مرا هر کدام مشک داده در رویش دوتا انباق آمده اونا در افغانستان هستم ولی من در فعلا در انگلیس هستم خب خواهر سارا زندگی ما صاحب 5 اولاد شدیم و مردکه کشته شد در یک تصادفی بسیار سخت کشته شد که اصلا بیخی در شفاخانه هم نرسید خب من با 5 اولاد ماندم در پیش خشوع و خسران اولاد ها کلان شدن خشوع مردن و خسرانی من تمام شدن بیادرات جدا شدن از هم دیگه من بچه کلانم کلانی اولاد من بچه هست و دومیشان بچه هست دیگه 3 تای دیگه دختر دارم دخترای من هر کس خواستگاری آمد ندادم گفتم نمیدم باش کلان شوم یک رقم و عقده در دل من جایی گرفته بود هنوزم هست که دختری را اگه پدر و مادرش در زور بته من یعنی از درون میسوزم بچه های من هر دختر را که خوش میکرد خوشش میامد یا همیالی برش میگم او هم تو را دوست دارم میگم مادر چی گب هستم میگم اول باید تو را دوست داشته باشم بعد تو من او رو میرون بر تو میگیرم هنوز دخترهای مدشوی ندادم خب بالاخره ما تصمیم گرفتیم که از افغانستان برای
از افغانستان بر آمدیم و راه های بسیار دور دراز را طی کردیم و فعلا در انگلیس هستیم. ما دخترهای ما را در شوی ندادیم. بچه های ما یکش دوست دختر داره و یک دیگهش هرچی بر ما گفت که بریم از ایران بر ما زن بگیر، هرات بریم زن بگیر. گفتم نه، من این کار را نمی کنم. خودتان پیدا کنین. من فقط میروم میبینم که آیا دختر عاشق تو هست یا نه. یعنی من 30 سال است خواهر سارا عشق در درونم مرده. شاید 35 سال باشه، شاید هم زیادتر باشه. بعضی وقتا فکر میکنم که تاریخ تولد و من نمیفهمم. یگان بار اولادایم میگه مادر چند ساله شدی؟ در فکر فرو میرم. میگم 6-7 ساله که من در انگلیس هستم. این 6-7 سال هم زندگی کردم. همین را حساب کنم بگویم 6 ساله شدیم یا 7 ساله. اولادایم خنده میکنم. میگم من دیگه سن من نمیفهمم. چرا مادر؟ چی روزی بود؟ هیچ وقت مادر کلانم اینا بر سالگیره نگرفت؟ میگم نه. مادر کلانت میگم دختر چی میکنه سالگیره را؟ هیچ نمیفهمید. در خانه ما رسمی سالگیره وجود نداشت. ولی اقدر پول و پیسه داشتیم که هنوزم که هنوز است. مادرم بسیار پیر شده ولی حکومت میکنه در خانه. هنوزم که هنوز است. اونمو قسم است. دلش روز یک بار بر من زنگ میزنه که دخترها را چرا در شوی نمیدی؟ میخندم میگم مادر نمیدم. چرا؟ کس پیدا نمیشه؟ میگم نه. خب میخوایی من از اینجا یک را پیدا کنم در نیکای مسلمانی؟ میگم مادر گلی های تبخو نان تبخو پشت دیگه دخترهای من را نگیر. چرا؟ یک روز برش گفتم مادر یادت هست ای روز زندانیم کردی؟ از همون روز عشق در درونم مرد. وی دختری چی گپ است؟ سالها تیر شده حالا گپ میزنی؟ مادر شاید تا روزی بومرم هنوزم که هنوز است ما و بچه در یک طرف دلم هست. اولادات کلان شده بشرم بر من میگم و من اولادایم کلان شده باشم. ما غیر از عشق او دیگه عشق دیگه در دلم تو باوشوی دیست و همه سال زندگی کردی هنوز ناخواب بودی؟ گفتم من ناخواب بودم. من او را نمیخواستم. مادر او چیزی بود که تو بر من پیدا کرده بودی. سواد ندارم. درس نخوندم. اینجا هم که آمدیم انگلیسی را شروع کردیم و مکتب میرم ولی دو اندازه نرسیدیم که هنوز یاد بگیرم و انگلیسی گپ بزنم و فقط میرم که یاد بگیرم. خوب عزیزان دل داستان خواهر ما را شنیدید. چند دختر افغانستان یعنی چندین دختر ها مثل ای است؟ 98%. 98%ش اینمی قسم است. چی پول دار باشه چی بی پول باشه دختر نمیتونه بگویه من کسی را دوست دارم. جرم است. دوست داشتن در ملک ما جرم است. عشق ورزیدن جرم است در افغانستان. اینا بیرون از افغانستان هم که آمدن هنوز همونمو جنایت هم میکنن. اگر یک دختری با یک بچه دوست شوه میگه او کت او ای توی تو کرد. خب با تو چه؟ با تو چه؟ میتونی جلوش بگیری؟ نمیتونی. آدم شوین مردای افغانستان. زن سالاری رو کنار بانین. بانین که دخترام انتخاب کنه. بانین که دختری بگویه پدر جان من او بچه رو خوش دارم. سلیت در زمین نمون. سلیت در زمین نزن. غرورت از دور تو رو فوران نکنه. چه تو میتونی؟ تو چون بلوک پیری اشکنبه تو میتونی بوری دختر 15 ساله رو بگیری ولی دختری تو نمیتونه انتخاب کنه. پدر من از او بچه خوشم آمده. برای دخترهایتان موقع بتین. برای دخترهایتان وقت بتین. چیه؟ کدام لکه دم و دینتان میخوره؟ داینتان میخوره؟ تمامی دینتان در سر زنها هستن. چرا همی دینتان یک بار دین همی اسلامتان چرا یک بار برتان نگفته که دختر یا زنم انسان هستن؟ میتونه عشق خودش انتخاب کنه. میتونه عشق باشه در دلش. دخترای افغانستان عشق در درونش مرده. دوست داشتن یاد ندارن. فقط چی رو اینا
مثل پشک که چوچیشه برش غذا میته محبت میکنه. اینا همه قسم یاد گرفتن. و خدا از 98% دخترای افغانستان 2% اینا شاید با عشق و علاقه در تخت خواب برن. یعنی 98% دیگهش وقتی طرف تخت خواب میرم یکه چی تو ایره تحمل کنم؟ من خو ایره نمیخوایم. چی تو ایره تحمل کنم؟ بعد اولاد ایره تا چی میایم؟ شما حساب کنین اولاد دو نفر، یک نفر که تمام عمر در سری زنش تجاوز کرده، اولاد او اولاد با محبت بار میه؟ اولاد او اولاد بسیار خوب بار میه؟ او اولاد روانی نباشه من باشم؟ دختر 13 ساله را، 12 ساله را، 9 ساله را ایش نمیفهمه که ایش شوی چی هست. این را میبرم ایتا او در زیر لنگ و مردکه هر رقم خواست از استفاده میکنه، میگه زنت هستن. او چیخ میزنه، مادرش میره میگه چیه؟ زن تا آرام کو بچه، اگر تو را نمیخواید که دیگه بر تو بگیریم. نانی خوردنش ندارن، میرن یک زن دیگه را میگیرن. چرا مردای افغانستان از دم شهوتی و خراب هستن؟ به خاطر که زنشان اینا را نمیخواید، محبت نمیده برشان. خلاص براتان بگویم، زن افغان همون 98% میگم محبت نمیده برشوارش، چون نمیخواید او شویه. در زور فروخته شده، عشق در درونش مرده، نمیفهمه. یا عاشق کسی بوده ندانسته بروز بده، یا از عاشقی چیزی نمیفهمیده، ای را به زور داده، نی با خویش آشنا، نی با امو رفتار و کردار و رقم و رفتار خانوادهش آشنا. فقط بر از اینا گفته اینه می شوی از تو، باید بری خانش، هرچی هم از تو خواست نی نگو. خون و خون پور میکنن، بعد باید در تخت خوابش بری حاجتش رو پوره کنی. این رسم مردم افغانستان است، این رسم مردای افغانستان است و این رسم زنای افغانستان است. امیدوار هستم، امیدوار هستم همیشه کج بشینین ولی راست بگوین. خداوند در نظر بگیرین زنای افغانستان، شما حقتان خورده شده، زیر پا له شدین، قلبتان دیده نشدین. هیچ وقتی شما به عنوان یک انسان دیده نشدین، به عنوان یک انسان برتان احترام نشده. شما تمام عمر اول فامیل پدر مادرت، برادرت، کاکا و مامای خانه شوی آمده، بسته خانواده شوی، اینا بیخی در درک، کلشان در درک رفته، بعد اولادای. خب قصه جالب در اینجا است. 3 ماه پیش خودش قصه کرده. 3 ماه پیش یک روز از مکتب همون تو بر آمدم با چند تا از دوستایی که درس میخوانیم افغان نیستن. گفت ما یک جای میریم چای میخوریم، تو میای با ما؟ گفتم ما میاییم. رفتم با اینا چای خوردن و دو اینا بین خودشان قصه میکردن که آه من فلانی بویفرندم هستم، با او دوست هستم، تو چی تو بویفرند و اینا نداری؟ من خندیدم گفتم دهی سن و سال. گفت اوی چی هستم سن و سالت؟ گفتم خب خواهر من 5 اولاد دارم. برای من گفت شما زنهای افغانستان چرا این قسمی هستین؟ تو دل نداری؟ گفتم دارم، خب من مصروف اولادایم هستم. گفت فلانی رو میشناسم، یک آدمی خوبی هستم، میخوایی بکت تو معرفی کنم؟ تو یک مرد خوبی هست، تو یک مرد مثل خودت هم تو مقبول و زیبا و اندامی هم سن و سال خودت. من بسیار شرمیدم، بسیار شرمیدم در درونم. گفتم نه خواهر جان دیگه گباره نزن. گفت برو برش میگم، دفعه دیگه که اینجا چای خوردن آمدیم او را میار اون را برش زنگ میزنم که بیای کتش آشنا شو. مگه چی کم داری؟ خب یعنی حالا خیلی مردا میگه که کار خوبی کردم، مسلمان نباید کارو بکنم، مسلمان نباید تو کارو کنه. مسلمان گفتنشان فقط برای زن هستن، برای مردا نیست. اگر مرد با سگ رابطه داشته باشه، با خر، با بوز، با گوسفند، اینا نمیگه مرد مسلمان نباید کارو بکنم، میگه بکنم. ولی یک مرد، یک زن افغان اگه بخوای با هم یک مرد خوش داشته باشه، اینا میگه زن مسلمان نباید کارو بکنه. 5 اولاد چی؟ خب بسیار شرمیدم ولی خانه اومدم کد خود گفتم امی تو خود عمرت چیزی به دلت نبوده، خب چی میشه مرد تو رو میخورم کدش که هب بزن، حالا سن و سالت گذاشته غیر هستم. خفا خفا دوستی میکنی ولی قدر از اولادایی میترسم که خدا میفهمم.
خب بالاخره بعد از یک دو هفته ای دوباره ای زن گفت که مرا امروز میریم کافی شاپ برای او فلانی هم گفتیم بیایم. من دیگه ترس و لرز مثل دختری 12-13 ساله که هنوز مرد ندیده باشم، گفتم خب خیلی صحیح است. در سر چای بودیم که آمد و یک مرد بسیار همتو یک انسانی با شخصیت و از قوارش معلوم بود، لباس بسیار مرتب و آمد و در میز ما جای نبود و بغل ششتا سلام علیکی کرد و این زن مر یک سره میگه ای هستم و ما میگه یک بار همیتو از گوشی چشمو میبینم مثل دختر هفته و مفته و ندیده. خب بالاخره کم 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 اول کت کونی چشم بعد کت خودی چشم دیدم که نه آدم بسیار آدم خوب است و چند وقتی تیر شد از ما بین تلفونی را بدل کردیم و زنگ زدیم و یک روز که در تلفن گپ می زدم که اما تو در خانه که بچه ما آمد، مادر با کی گپ می زنی؟ کی است مادر؟ کلانم است یه است و است دیگه دست و پای می لرزه. مادر کی است؟ گویم یک دوستم است که صدای گوش را چسباند و من فورا قطع کردم. گفت نکنم مادر رفیق بازی میکنی؟ کدام رفیقت است؟ رنگ و روخ بچه پرید. گفتم چی گپ است رفیق بازی میکنی؟ خود تلفن گل کردم مردکه فامید و دیگه زنگ نزد. گفتی کی هستم و برش زنگ میزنم؟ بچه‌م نکو نیکی هستم باش بفهمم مادرم با کی در ارتباط هستم. خواهر سارا کاری کرد که آخر نشد پیشش احساس شدم. گفتم تخم فلانی. گفتم هر کاری که میکنم دلم ایرون به خاطر ازی کردم خواهر سارا که ویدیوهای تو رو بسیار میبینم. گفتم تو رو چی؟ نمیخوایی کتما بشینی برو. گفت ما تو رو انگلیس آوردیم خاطرت جمع باشه، ما تو رو اینجا آوردیم، تو رو اینجا آوردیم تو فایشگری کنی. گفتم بچه اولی که من هنوز با این مرد دست ندادیم، دو من یعنی نمیخواییم که من در زندگیم یک خوشی را دیده باشم. گفت خوشی تو دهی است که بوری با یک مرد رابطه داشته باشی. امروز فردا زن من اولاد دارم، دو دختر من اولاد میکنه، صاحب نواس همیشه بشین این نواس های تجم کن دیگه. بسیار گریه کردم. خواهر سارا خواستم ای داستانم رو بد روان کنم. ببینید اول پدر و مادرش، بعد شویش، او که به درک واصل میشه یا تای گور میره یا تای خاک میره، نوبت بچهش. زنای افغانستان کی میخواین زندگی کنید؟ کی میخواین زندگی کنید؟ ما برای خواهرم رو گفتم، البته اینجا میگم مثل ازی و امثال ازی، موقع نتین به خارج از افغانستان برای اولادتان، موقع نتین. شیر روی 80 سال و دست بول بوی فرند پیدا کن. چرا؟ تو حق زندگی کردن نداری؟ چون تو زن هستی، چون تو در افغانستان در دنیا آمده، چون دین تو دین اسلام است، تو حق نداری نفس بکشی؟ بد کرده هر کسی که گفته که گناه هست. گناه او هست که دخترش هم مفروشه، یک عمر دختر عشق در دلش میسو در قلبش قلب از این میسوزه و او میموره در بدنش، همو خوشی یا همو عاشقی یک عمر. نمیفهمم چی تو با این را زندگی کنم. من خود این را خوش ندارم، من خود این را دوست ندارم. از حق خودتان دفاع کنید، نمانین دختر بچه نواسه شوی در سرتان خارج از افغانستان هستین. حکومت کنم. امروز دختر افغانه داستانش را شنیدین از هرات باستان. هرات کندهار بسیار نام تاریخی داره، یعنی هر پیشهر خارجی که بگویی که تو از کجا هست از کجا نیست از کندهار است، او هرات است. او که او برای کندهار و هرات میکنه، برای کابل و مزار شریف کس نمیکنه. ببینین دخترش که فعلا در انگلیس هست 6 ساله هست که میره، غیر از زبانی خودش که هیچ یاد نداشته از دست فامیل میره که زبانی همون کشور حداقل یاد بگیره و خواندن نوشتنش حداقل بگویم از سواد دارم. بازم بگوین کشورای کفر خوب نیست. خوب برای مردان است، خوب برای مردان است. یک کمی برای خودتان وقت بدین، تایم بدین، حساب کنین روی خودتان، خودتان رو دوست داشته باشین. کسایی که همه قربانیای افغانستان هستین، قربانی های مرد ستز، زن ستزایی بیشعور و بیشرف هستین. خداوند یار و نگهدارتان. مخو مطمئن هستم که این حال
زیادترین مردم یا مرد دو میزنه و یگان تایش واق واق میکنه که دین اسلام ای تو میکنی یا دین ده دین چه غرض داری دین اینگار که دین یگان بچه یگان یتیمی تایپا افتاده است که مگه غرض نگی خوب باش غلطی هایشا بیاییم بگوییم که دیگه مردم هم بفهمه که در وطن ما حق ما خورده شده ما نفهمیدیم که ما عشق خود انتخاب کنیم یک کس دوست داشته باشیم به خدا زیادترین زنای افغانستان عشق در دلش مرده به خاطر هم هسته که زیادترینش از ایجاب چیز نمیفهمه ولی عادت کرده زیادترینش از نماز چیز نمیفهمه عادت کرده زیادترینش هیچ سواد نداره ولی قرآن شریف هم میخونه عادت کرده ایره برش گفته که تو کیره بخونی از آر یک رقم بلا دفع میشه ولی من تا جایی که میفهمم هر کسی که دمی پای بسته زیادتر دمی دین پای بسته هسته ای قدر رسوا و دربدر هسته مثل ملا امی ملا روز داره به خدا امی ایران اگر یک حکومت آزاد بیایی امینا کجا میشه تیاره تیاره اینا را در دریان بندازه اینا گم نمیشه چون زیاد هستن ای کجا میشه هیچ کشوری هم اینا را قبول نمیکنه اینا در هر جایی که بره اون کشور میلرزه مردمش میگن نه اینا نباید بیایی اینا خراب کردن امینا کجا میشه همین ملاهای افغانستان اگر مردم افغانستان برای امینا نان نتمینا چی میخورن یک مشت مردم بی مصرف و مردم بی غیرت و بی وجدان و از زن استفاده کو تاویز بده تومار کو زن جادو یاد بده زن ایرو کو او رو کو بی غیرت ترین است دیگه اگر غیرت داشته باشه درس میخونه یا میره کشاورزی یا دیقانی میکنه ولی کار نمیکنه دین اسلام فقط برای زنا هست زنای افغانستان گوش کنید من از کسی نمیترسم گپ دل من میزنم دین اسلام فقط برای ما زنای افغانستان شده دینی تو گفته آینی تو گفته قرآن شریف اتامی سوره نیسا سوره محمد هر سوره بقره هر چیز رو بخونی درباره ما گفته ولی درباره نر طایفه یک چیز نگفته چون همیشه میگن پیغمبرم مرده خدا هم مرده نمیفهم خب برو برو به گفته ما افغانا گمش کو ولی قصه رو کتا داستانی خواهر ما را گوش کنید و در کامنت نوشته کنید گبای مرام خوشتان نامد هر چیز نوشته کردین نوشته کنین من اگه زیاد بد بود لایک هم نمی کنم ولی اگه خوبتر بود یک لایک می کنم ولی قلب خو نمی مانم حقیقت نگوین اگر حقیقت بگوین برتان قلب می مانم از صمیمی قلب دوستتان دارم بازم بدایی دارم دوست دارم چی کنم دیگم خب من یک زن افغان هستم خداوندیار و مددگارتان تا روز بعد و روزگار بعد که دوباره بیاییم اینجا مردای افغانستان درسی ادب و احترام برشان بتام خداحافظتان.